بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاگردای عزیز، انشالله که جور صحتمند سر و حال خوش حال باشین. شاگردای عزیز، صنف پنجم مضمون ریاضی ما هست. موضوع درس امروز ما هست تمرین بخش چهارم درس پنجم تا، یعنی درس پنجم شماست و جلسه 25. خب شاگردای عزیز، صفحه 13 کتابتان باز کنیم که تمرین بخش چهارم درس پنجم حل کنیم. آفرین شاگردان، آماده؟ بسیار عالی. دقت کنید شاگردان عزیز، تمرین بر ما چی میگه؟ میگه در جاهای خالی سوالات زیر اعداد مناسب آن را بنویسید. در اینجا دقت کنید، ما اعداد جای خالی داریم، پس ما باید اعداد مناسب پیدا کنیم که در اینجا بگذاریم تا این سوال ما حل شود، یعنی حل درست شه پیدا کنیم. دقت کنید شاگردان عزیز، ما در درس پنجم در حالت اول خواندیم خاصیت تبدیلی. پس در اینجا میبینیم در خاصیت تبدیلی چی بود شاگردان؟ گفتیم که خاصیت تبدیلی در اگر جاهای اجزای جمعی را تبدیل کنیم، باز هم در عملی جمع هیچ کدام تغییر وارد نمیشه شاگردان. پس دقت کنید، جزء اول جمع 672، جمع 1069 جزء دوم جمع هست. پس اینجا جایش تبدیل کرده، 1069 که جزء دوم بود آورده در جزء اول و اینجا مونده جزء اولی ما. پس جزء اولی ما باید در جزء دوم نوشته شود، چون خاصیت تبدیلی هست شاگردان. پس جایش وقتی که تبدیل کنیم، دقت کنیم، 672 جمع 1069 مساوی میشه 1069 جمع چند میشه شاگردای عزیز؟ آفرین، 672. پس نوشتن میکنیم 672، یعنی در خانه خالی ما کدام عدد آمد؟ عدد 672. دقت کنین، امتحانش میکنیم، یعنی حلش میکنیم شاگردان. اگر در حاصلش کدام تغییر وارد شد، میگیم که، یعنی هر دو طرف جوابش متفاوت بود، میگیم که این خاصیت صدق نمیکنه، یعنی جواب سوال ما اشتباس. اگر هر دو طرف مساوی شد، پس میگیم که این سوال ما کاملا درست است، یعنی عدد مناسبی که گذاشتیم این کاملا مناسب هست. پس دقت کنید شاگردان عزیز، جمع میکنیم عدد به صورت عمودی داریم 1069 جمع عدد 672. پس اینا رو جمع میکنیم شاگردان عزیز. جمع، خب 9 جمع 2 چند میشه شاگردان عزیز؟ 9 جمع 2 مساوی میشه عدد 11. آفرین، یعنی بالای 9 دو عدد دیگه اضافه کردیم، شو چند؟ 11. 11 رو یکش 1 حاصل. 1 جمع 6 چند میشه شاگردان؟ 7. 7 جمع 7 مساوی به چند میشه شاگردان عزیز؟ چند؟ آفرین شما، 14. 14 رو 4ش باز هم 1 حاصل. پس 1 جمع 0 1. 1 جمع 6 چند میشه شاگردان؟ 7. خیلی خوب شاگردان، پس دیگه حاصل نداریم، عدد 1 خودش میه. پس حاصل بعد دست آوردیم چند؟ 1741 مساوی میشه. دقت کنید، حالا با وجودی که در اینجا ببینید جاهای اجزای جمعی رو تبدیل کردیم، یعنی جزء دوم آوردیم در جای جزء اول و جزء اول آوردیم در جای جزء دوم، ببینیم آیا در حاصلش کدوم تغییر وارد میشه. خیلی، پس دوباره میگیم که 1069 جمع 672 یا 672 جمع 1069. 2 جمع 9 دوباره 11. 11 رو 1ش 1 حاصل. 1 جمع 7 8 میشه شده بالای 8. 6 عدد دیگه که اضافه کنیم چند میشه؟ میشه 14. 14 رو 4ش بازم 1 حاصل. پس 1 جمع 6 چند میشه؟ 7. و یکم خودش، دیدین حاصل چند بده سورده میشه بوده عزیز؟ 1741. پس شما میبینین شاگردای عزیز که در اینجا در حاصل ما هیچ کدام تغییر وارد نشده، یعنی اگر 672 جمع 1069 کردیم 1741 بده سومد، و یا اگر 1069 جمع 672 کردیم، یعنی جاهایش تبدیل کردیم، ولی باز هم در حاصل ما کدام تغییر وارد نشد. پس میگیم که در این خانه خالی عدد که گذاشتیم کاملا مناسب هست، یعنی خاصیت تبدیلی صفر کرده شده عزیز.
خب در این قسمت بین شاگرد رو ببینین این سوال داریم که صفر جمع 1852 مساوی میشه به 1852 جمع خانه خالی. دقت کنین شاگرد عزیز، طرف سوال نگاه کنین ببینین، میبینیم که نظر به کدام خاصیت باید حل شود؟ خاصیت صفر در عملیه جمع. بسیار عالی شاگرد عزیز، آفرین به شما. یعنی ما خوانده بودیم در خاصیت صفر با در خاصیت صفر در عملی جمع بر ما میگفت که هر عددی که جمع صفر شوه و یا صفر جمع هر عددی که شوه، پس حاصل مساوی به خود عدد است. پس دقت کنید شاگرد عزیز، صفر جمع 1852 مساوی شده 1852 مساوی به جمع کدام عدد؟ جمع صفر. حالا نظر به خاصیت صفری حلش میکنیم، ولی در اینجا جاهایش تبدیل کردیم، باز هم در حلش هیچ کدام تغییر وارد نمیشه. چرا؟ به خاطر میگم صفر جمع هر عدد مساوی به خود عدد، پس صفر جمع 1852 مساوی شده به چند؟ 1852 مساوی میشه به 1852 جمع صفر مساوی میشه دوباره 1852. یعنی شاگرد عزیز دقت کنید، در اینجا جاهای اجزای جمعی رو که تبدیل کردیم، نظر به خاصیت تبدیلی تبدیل کردیم، در حاصل جمع نظر به خاصیت جمعی که جمع کردیم، صفر جمع هر عدد مساوی به خود عدد و هر عدد جمع صفر مساوی به خود عدد، ولی باز هم دیدیم که در حاصل ما هیچ کدام تغییر وارد نشد، پس خاصیت تبدیلی در اینجا صدق کردیم، عددی که گذاشتیم کاملا عدد مناسب هست. خب بریم در سوالهای بعدی شاگرد عزیز. سوال بعدی ما بر ما چی میگه شاگرد؟ در این سوال داریم که 657321 جمع صفر، یعنی اگر عدد 6 رقمی داریم جمع صفر مساوی میشه به اینجا ببینید دو دانه خانه خالی داریم شاگرد عزیز. پس چی کار میکنیم شاگرد؟ میبینیم که دو دانه خانه خالی داریم، ولی نظر به خاصیت تبدیلی باید پیش بریم، یعنی جاهایش میتونیم تبدیل کنیم. پس جز دوم جمع که عبارت از چی است؟ صفر. جز دوم جمع از شاگرد و عدد 657321 جز اول جمع است. پس چی کار میکنیم؟ جاهایشان رو تبدیل میکنیم. جز اول در اینجا در جز اول جز دوم میاریم، یعنی عدد صفر جمع جز اول در جای جز دوم میاریم. کدام عدد؟ 657321. پس دقت کنه شاگردای عزیز که خاصیت تبدیلی باز هم صدق میکنه، چون صفر عدد جمع صفر مساوی به خود عدد و صفر جمع عدد مساوی به خود عدد، پس عدد همو عدد است، یعنی هر دو طرف مساوی میشه، پس این عددی که گذاشتیم کاملا مناسب است، یعنی در جای اصلی خودش عدد قرار دادیم شاگرد. خب بیایم در قسمت در سوال بعدی شاگردای عزیز دقت کنین. ما گفته بودیم در خاصیت اتحادی که بیشتر از دو جز باشه، پس خاصیت اتحادی بالاش تطبیق میکنیم. آفرین شاگردان، اینجا میبینیم که 98 جمع 52 جمع خانه خالی هست، یعنی 3 جز 1 جز 2 جز 3 جز 2 جزش معلوم است، 1 جزش نامعلوم. و در این قسمت 98 جمع اینجا خانه خالی بازم یک عدد میاد، جمع 37، پس 3 جز هست، پس میگیم که خاصیت اتحادی رو باید بالای سوال تطبیق کنیم. حالا شاگرد عزیز دقت کنید در سوال، 98 جمع 52، یعنی 98 با 52 چی کردن؟ اتحاد کردن. پس در اینجا خانه خالی است، ولی در سمت راست ببینیم که از اینجا میتونیم کمک بگیریم. بله 98 در این طرف داریم، بله داریم. 52 در این طرف نداریم، نخیر نداریم. 37 در این طرف داریم، نداریم. پس در این خانه خالی کدام عدد میشه شاگرد عزیز؟ عدد 37. بسیار عالی شاگرد عزیز، پس عدد 37 در قسمت میاد. حالا شاگرد عزیز عدد 37 انجام دادیم، 98 جمع 52 یعنی اتحاد کرده با 52 جمع 37 مساوی میشه به 98 جمع کدام عدد با 37 اینجا اتحاد میکنه؟ پس عدد 52. آفرین شاگرد عزیز، پس نوشته میکنیم 52، یعنی نظر به خاصیت اتحادی دریافت کردیم که در این جا خالی میاید عدد 37 و در این جا خالی یعنی خانه خالی میاید عدد 52، که نظر به خاصیت اتحادی
اول با دوم، جز اول با جز دوم اتحاد کرده، جز سوم تنهاست و در اینجا جز اول خودش هست، جز دوم با جز سوم متحد شده یا اتحاد کرده. پس اگر اینا را شاگرد عزیز حلام کنیم، دوباره به دست میاریم، یعنی یک حل به دست میاریم. دقت کنیم، امی تو جمع میکنیم شاگردو، دو جمع هشت مسایی به چند میشه شاگردو؟ مسایی میشه به ده. در صفرش یک حاصل، یک جمع پنج شش، شش جمع نو چند؟ پانزده. آفرین شاگرد عزیز. یعنی یک اگه بالای نوم اضافه کنین اول، ده ده جمع پنج پانزده میشه. جمع عدد سی و هفت مساوی میشه. 98 خود شاگرد جمع. دو جمع هفت مساوی میشه به نو. آفرین شاگرد. سه جمع پنج مساوی میشه به هشت. حالا ببینیم، یعنی امتحانش میکنیم، داریم امتحان میکنیم که ببینیم که آیا اعدادی که گذاشته مناسب همین جه هست یا خیر. پس اینجا دقت کنید شاگرد عزیز، هفت جمع صفر خود هفت، سه جمع پنج یعنی بالای پنج سه تا اضافه کنیم میشه هشت و یکم خودش. در قسمت نو جمع هشت چند میشه شاگرد؟ بالای نو هشت عدد دیگه که اضافه کنیم چند میشه؟ مساوی میشه به عدد هفده. هفده را هفتش یک حاصل. یک جمع هشت نو. نو جمع نو چند میشه شاگرد عزیز؟ هشته. پس میگیم 187 مساوی شد 187. پس شاگرد عزیز با حل این سوال دریافت کردیم که اعدادی که در قسمت گذاشتیم کاملا اعداد درست هست. شاگرد عزیز بریم سوالات بعدی. دقت کنید شاگرد عزیز، در اینجا داریم که 435 جمع 98 جمع خانه خالی مساوی میشه به 435 جمع اینجا خانه خالی جمع 380. باز هم میبینیم شاگرده، چون بیشتر از دو جز داریم، پس خاصیت تبدیلی رو ما در اینجا صدق کردن تطبیق کردن نمیتونیم، خاصیت اتحادی رو تطبیق میکنیم. دقت کنیم اینجا داریم عدد 435، در این طرف 435 داریم، بله عدد 98 داریم، در اینجا نداریم، ولی در این طرف 380 داریم، در این قسمت نداریم. پس ما میفهمیم که عدد 380 در کجا میه؟ 380 در قسمت میه. و در اینجا دقت کنید شاگرد عزیز، 435 داریم، 380 داریم، ولی عدد 98 نداریم. آفرین. پس اینجا عدد 98 میه. دقت کنید، 435 جمع 98 جمع 380 مساوی میشه به 435 جمع 98 جمع 380. یعنی جز اول با جز دوم در اینجا اتحاد کردم، جمع 380 و در این قسمت جز اول خودش جز دوم با جز سوم اتحاد کردم. پس در اینجا در خانه خالی اول می عدد 380 و در خانه خالی دوم می عدد 98. خوب شاگرد عزیز بریم این سوالم حل میکنیم. دقت کنین، 20 جمع خانه خالی 62، اینجا خانه خالی 38 62. پس میبینیم 62 داریم، بله 20 داریم اینجا، نه خیر، پس 38 در اینجا میشد. 38 داریم 62 داریم ولی 20 نداریم، پس عدد 20 در اینجا میاد. دیدیم شاگرد عزیز خاصیت اتحادی صدق کردم. خب شاگرد عزیز، ای بود از جلسه امروز ما. تا جلسه بعدی خدا حافظ و نگهدارتان. روز خوش.